سلام با شما که در هر جایی از این جهان به تماشای افق نشسته اید. پیامی از ذهن هستم. در دوشنبه 14 دی ماه برابر با 4 ژانویه 2016 نگاهی داریم به چشم‌انداز روابط ایران عربستان و تبعات جهانی آن. در پی قطع رابطه عربستان با ایران، بحرین نیز اعلام کرد که روابط خود را با تهران قطع می‌کند. همزمان برخی منابع خبری از قطع رابطه یک طرفه سودان با ایران هم خبر دادند. خبرگزاری رسمی بحرین به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد که به دیپلمات‌های ایرانی 48 ساعت فرصت داده شده تا خاک بحرین را ترک کنند. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز اعلام کرده سودان نیز رابطه دیپلماتیک با ایران را قطع کرده است. از سوی دیگر امارات متحده عربی نیز اعلام کرد سطح روابط خود با تهران را کاهش می‌دهد. در این بین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران قطع روابط عربستان با ایران را اقدامی عجولانه خواند و گفت که ایران از این اتفاق زیان نخواهد کرد. او روز دوشنبه 14 دی ماه خطاب به عربستان سعودی گفت این شما هستید که از قطع رابطه با ایران ضرر می‌کنید و از کارهای عجولانه و بی‌منطق دست بردارید. در همین حال عادل جوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز در نشست خبری خود اعلام کرد که ریاض در پی حمله روز شنبه عده‌ای در تهران به سفارت عربستان و کنسولگری این کشور در مشهد به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده و خواستار تضمین حفظ امنیت و سلامت اماکن و کارکنان دیپلماتیکش در تهران شده است. به گفته وزیر خارجه عربستان این موضوعات همچنین به اطلاع شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، سازمان همکاری های اسلامی نیز رسیده است. در همین حال آمریکا خواستار تعامل کشورهای منطقه و گفتگوی مستقیم با یکدیگر شده و آن را حیاتی دانسته است. مسکو نیز میگوید که حاضر است برای پیشگیری از افزایش تنش میان عربستان و ایران نقش میانجی ایفا کند. قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان چه تبعاتی در منطقه خواهد داشت و چه افقی را پیش روی روابط ایران و آمریکا در آستانه برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران می‌گشاید؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد، ولی قبل از آن طبق روال این برنامه در ابتدا به فیسبوک افق سری می‌زنیم. از شما پرسیدیم آیا چشم‌انداز مثبتی از آینده روابط ایران و عربستان در آینده نزدیک وجود دارد؟ بسیاری از شما پاسخ خیر به این پرسش دادید، حدود 83% و حدود 17% هم پاسخ مثبت. و ممایلم که از شما دعوت کنم لطفاً به روال همیشه به فیسبوک افق مراجعه کنید و همینطور از طریق دیگر راه‌های ارتباطی نظیر گوگل پلاس و توییتر هم لطفاً با ما در تماس باشید. بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب افق آقای انور عبدالرحمن، سردبیر نشریه اخبار خلیج در بحرین، محجوب از زبیری، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه قطر، و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، و داوود هرمیداس باون، تحلیلگر سیاسی از تهران، و همینطور محمد منظرپور، سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا که در استودیو با ایشون هستیم، و همینطور همکارم علی جوانمردی از منطقه اربیل عراق و اقلیم خودمختار کردستان با ما هست و تحولات منطقه رو او از نزدیک مورد ارزیابی قرار خواهد داد. اما در ابتدای برنامه پرسش رو مطرح می‌کنم با آقای منظرپور. آقای منظرپور، فکر می‌کنی که موضوع اعدام شیخ نمر در عربستان سعودی چه تبعاتی داره و اساساً چه پیامی رو عربستان سعودی می‌خواست به این ترتیب به منطقه و یا شاید به ایران بده؟ خب این می‌تونیم بگیم که نقطه اوج یک فرایند 4 ساله وخامت یافتن مستمر روابط بین تهران و ریاض بوده. الان دو رقیب مهم منطقه‌ای در میدان‌های مختلفی با هم درگیر جنگ نیابتی هستند، از سوریه و یمن گرفته تا عراق و در اوپک. یعنی تقریبا در همه حوزه‌ها ایران و عربستان الان نزدیک 4 ساله که روابطشون به شدت تیره شده، تا حدی که ایادی و عواملشون با هم مستقیما در کشورهای دیگه درگیر هستن.
به نظر میاد پیامی که در اعدام آیت الله نمر مستتر هستش اینه که عربستان سعودی اونطور که بسیاری از تحلیلگران در آمریکا عنوان میکنند تمام کارتای خودش رو داره بازی میکنه برای اینکه ایران رو تحریک بکنه به سمت نوعی اقدام خصمآمیز و بدین وسیله بتونه که برجام و توافق هسته‌ای ایران که از منظر ریاض بزرگترین تهدید استراتژیک عربستان سعودی هستش رو دچار بحران بکنه. یعنی در واقع اگر در جنگ نیابتی عربستان سعودی و ایران تبدیل به یک نوع مخاصمه رویارویی بشه، اگر ایران به منافع عربستان سعودی در منطقه حمله بکنه، این کشورهای غربی متحد عربستان سعودی رو در موقعیت دشواری قرار خواهد داد و اجرایی شدن برجام رو با تهدید جدی روبرو میکنه. بله. آقای هرمدس بابا نظر شما رو بشنویم. آیا فکر میکنید تبعات این اقدام عربستان بر او قابل پیش بینی بود و یا اینکه به حال کاملا یک موضوع تصادفی است؟ بعد البته این فرایند هم در که اشاره شد فرایند بحران منطقه است و تعارض تضاد بین ایران و عربستان در رابطه با حل برخی از رویدادهای منطقه مثل مسئله سوریه. یک نکته هست، ببینید عربستان خواسته و انتظاراتش در رویدادهای خاورمیانه به خصوص بهار عرب با نافرجامی های روبرو شده و همچنین انتظاراتش از خط مشهای برخی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای نسبت به حوادث پیش آمده و بنابراین یک نوع فراستریشنی، یک نوع در سیاست خارجی عربستان پدیدار شده و واکنش‌ها بسیار احساسیه، یعنی از روی استیصاله. در هر حال یه رویدادی واکنش‌ها در داخل ایران رو می‌فرمایید آقای هرمدس بابند؟ بله. واکنش ها در داخل ایران رو بهش اشاره دارید یا اینکه در عربستان سعودی؟ نه، عربستان عرض میکنم. بله، عربستان عرض کردم انتظاراتش از مسئله بحره براش سوریه و موضع گیری های برخی از قدرت های فرامنطقه‌ای مثل آمریکا در قبال این رویدادها تحقق پیدا نکرده بود. عوامل دیگری هم دست هم داده بودن. نوعی استیصال و فراستریشن در سیاست خارجی منطقه عربستان پدیدار شده، بنابراین اقداماتش و واکنشهاش بیشتر بر این مبنا است. ولی مسئله‌ای که پیش آمده آقای باوند، قبلا این توافق صورت گرفته بود که ایران و عربستان بتونن در روند گفتگوهای صلح سوریه بتونن با یکدیگر همکاری داشته باشن و حتی خط مشترکی رو احتمالاً در مبارزه با تروریسم در منطقه دنبال کنن. دقیقاً درسته، ولی خب ما میبینیم قبل از این که این مذاکرات که میباید سازنده باشه ادامه پیدا بکنه حوادثی ایجاد میشه که برخی خواستشون بران است که بتواند تأثیر گذار باشه بر روی این مذاکراتی که در پیشه. نکته‌ای که میخوام یادآوری کنم عبارت از این است که رویدادی در عربستان اتفاق افتاد، واکنش‌های نسبی انتقادآمیزی رو در پی داشت، ولی عربستان خب بران شد که با ایجاد نفوذ رویدادی پدیدار شود که مسئله اقدامات عربستان رو در سایه بکشاند و یک رویداد دیگری تحت شعاع قرار بگیره و بنابراین مسئله بود که در رابطه با به سفارتخانه عربستان اتفاق افتاد. ولی یه نکته رو باید یادآوری کنم، ببینید ایران و عربستان هر دو عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستن، عضو گروه غیر متعهد هستن، عضو به اصطلاح در همکاری های سنتی طولانی داشتن در رابطه با اوپک و مجموعه اینها مبتنی بر حداقلش همکاریه. حالا اگر بگیم همگرایی نیست که نیست،
ولی امروز ما میبینیم نه تنها همکاری نمیشه، بلکه در یه تعارض و تضاد فیمابینی بین کشورهای منطقه پدیدار شده که نه تنها در جهت راستای حل و فصل بحرانهای پیش آمده است، بلکه بالعکس در جهت تشدید بحرانها پدیدار شده. و بنابراین مجموعه این رویدادها رو همونطور که ابتدا اشاره کردم، من برخواسته از بحرانهای منطقه‌ای و موضع‌گیری‌های رقبای منطقه‌ای که به نظر من دلیلی برای رقابت نبوده، بلکه میباید راه همسویی و همکاری رو در پیش بگیرن برای حل این معضلات منطقه‌ای و بازتاب مثبتش برای رفاه و توسعه اقتصادی جوامع مربوطه خودشون. و انتظارم این است که این رویدادها به جای اینکه در جهت تشدید برخوردها بشه و فضا رو دو چندان بیشتر آلوده تر کنه، یک فکر ثانوی برای همه اطراف به وجود بیاد و بران شوند که به نحو مطلوب و معقولی در جهت تعدید بحران و فراتر از اون حل مسائل مربوطه برایم. بله، علی جلال‌مردی، بحران‌های منطقه رو با تو پی بگیریم در سایه قطع روابط ایران و عربستان. در واقع پیام اینجا، عراق یکی از کشورهایی هست که شیعه ها در اون زودترین واکنش رو داشتن یا بیشترین واکنش رو داشتن. امروز در بغداد تظاهراتی شکل گرفت علیه اعدام شیخ نمر باقر نمر و در اون گروه های شیعه مختلف بیانیه هایی رو قرائت کردن، خواستار بسته شدن سفارت عربستان سعودی در عراق شدن، سفارتی که تنها دو روز، یعنی همزمان با اجرای حکم اعدام شیخ نمر در واقع پس از 25 سال در بغداد باز شد. در حال حاضر منطقه سفارت عربستان سعودی در بغداد هم تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داره و به نوعی تنش‌هایی که یا واکنش‌هایی که پس از اعدام این روحانی منتقد شیعه در عربستان سعودی در بقیه مناطق شیعه نشین بوده، در مناطق شیعه نشین عراق بیشتر هم هست. به ویژه اینکه دو مرجع تقلید شیعه در این مورد مشخصا بیانیه صادر کردند، یکیش آیت الله محمد تقی من پوزش میخوام و آیت الله علی سیستانی که هر دوشون از مراجع تقلید شیعه هستن در کربلا و نجف بیانیه‌هایی رو صادر کردن و از مراجع تقلید شیعه خواستند که به نوعی در ایران هم حمایت بکنند از آنچه که در واقع ظلم و ستمی که در عربستان سعودی علیه شیعیان نامیده میشه توصیف شده. به همین دلیل میشه گفت که تب و تاب واکنش‌های شیعیان در عراق شاید بیشتر از سایر مناطق باشه، منهای اینکه اینجا به هیچ سفارت یا دفاتر عربستان سعودی حمله نشده. و آقای عبدالرحمن، از شما بپرسیم در رابطه با این افق همکاری ها، یا فکر میکنید که در کوتاه مدت شما خوشبین هستید به ایجاد رابطه دوباره میان ایران و عربستان و اینکه این چه تبعاتی رو در منطقه ایجاد خواهد کرد؟ گمان نمی کنم که چه ایران و چه عربستان سعودی با هم نزدیک بشن، چون متاسفانه من دارم میشنوم آقایون محترم چی میگوین، ولی هیچ یک از اونها از کارهایی که بر علیه هر قانون و هر آیین سازمللی وجود داره، ایران همیشه کارهایی میکند که بر علیه تمام قوانین جهان است. ایران چگونه به خود اجازه میدهد که دخالت کند در شؤون عربستان سعودی یا در شؤون سودان یا در شؤون مصر یا در شؤون بحرین؟ ما در بحرین از سال 1994، یعنی حالا 21 ساله که از بدکاری ایران و زشتکاری ایران و پرورش دادن تروریست و
زجر بسیار بزرگی برده، پیشرفت اقتصاد را اثر کرده. متاسفانه ایران نه در فکر اقتصاد خودشه و نه در فکر اقتصاد باقی ها که همسایش هستن. من گمان میکنم که ایران دولتی است که اهمیت صلح یا اینکه آرامش یا اینکه آسایش خودش یا بر منطقه به هیچ وجه در نظر نمیگیرد. امروز مردم به ما با مذهب نمیتونی مردم نان بدهی، با سیاست مردم نمیتونی نان بدهی، امروز مردم اقتصاد میخواهند. تمام دولت‌های غرب با هم جنگیدن ولی آخر با هم نشستن. ولی چون سران این دولت‌ها تغییر شد، تا زمانی که سران دولت ایران تغییر نکنند، یعنی یک مدرسه نوین علمانی به وجود بیاد که تمام مصالح منطقه در نظر بگیره، گمان نمی‌کنم که روزی امن و استقراری بین ایران و بین دولت‌های خلیج. آقای عبدالرحمن، دلیل اینکه بحرین روابط خودش رو با ایران قطع کرده چه هست؟ ضمن اینکه شما اشاره کردی که ایران دخالت‌هایی رو در عربستان داره، بحرین رابطه بحرین با عربستان چگونه تعریف میشه؟ ضمن اینکه بحرین به چه شکل در این مقطع خاص اقدام به بستن سفارت خودش کرد؟ قربان، ما همیشه ما در مطبوعات هستیم، در سالها همیشه طلب میکنیم که اصلا به مصلحت ما به هیچ وجه نیست که با ایران رابطه داشته باشیم. چرا؟ چون ایران یک دشمنه، دوست نیست. ایرانه که تمام فرزندان گور خورده شیعه جوون به قم میبره اونجا، اونا چه میکنه؟ فقط سلاح، توپ، تفنگ، نارنجک دستی به اونا ترتیب میده و تدریب میده که بیان بر بگردد بحرین، بحرین بسوزونن. ما این حرفایی که میزنیم از خلال تجربه 21 سال داریم این حرف میزنیم. ممنونم. اجازه بدید آقای مظفر، شما چه نکته‌ای رو می‌خواید اضافه کنید به صحبت‌های آقای عبدالرحمن؟ خدمتتون نشود که من ابتدا می‌خوام برگردم به صحبت‌های جناب آقای دکتر باوند. آقای دکتر اشاره کردن به این که به اعتقاد ایشون لزومی برای این رقابت منطقه‌ای وجود نداره و در بخش از فرمایشاتشون اشاره کردن که همکاری در حوزه‌هایی بین ایران و عربستان وجود داشته، اشاره کردن به اوپک، اشاره کردن به سازمان کنفرانس اسلامی. من میخواستم نقدی وارد بکنم به اظهارات جناب باوند و اون اینه که عداوت بین عربستان سعودی و ایران قدمتی حتی بیش از عمر جمهوری اسلامی داره و چنانچه در اسناد CIA منتشر شده، عربستان سعودی حتی زمان حکومت پهلوی هم بیشترین لابیگری که با واشنگتن داشت این بود که میگفتش که با تقویت دولت مرکزی در ایران امکان فلواقع تجزیه عربستان سعودی توسط اقلیت شیعه که مستقر هستن در مناطق نفخیز عربستان سعودی وجود داره و در تمام طول جنگ ایران و عراق عربستان سعودی مهمترین بانک مالی صدام حسین بود و کمک‌های بی‌دریغی رو نصیب در واقع صدام کرد، در عملی که به هر حال نقض حسن همجواری محسوب میشه. در اوپک و سازمان کنفرانس اسلامی اتفاقا برخلاف اون چیزی که آقای دکتر فرمودن، عربستان سعودی و ایران همواره دو قطب مخالف بودن، یعنی حداقل ظرف 36 سال اخیر بنده حداقل در یک حوزه ندیدم که ایران و عربستان با هم یک موضع واحدی در سازمان کنفرانس اسلامی و یا در اوپک داشته باشن. به طور کلی عربستان الان دهه هاست که مانع از این شده که ریاست اوپک به ایران برسه و در سازمان کنفرانس اسلامی هم نهایت تلاشش رو کرده که فلواقع یک فراکسیون بر ضد تهران ایجاد بکنه. و اما اظهارات دوست عزیزم آقای عبدالرحمن از بحرین، خب یه مقداریش که بار احساسی داره، مثل اینکه ایرانی ها دشمن هستن و مسائلی از این قبیل که واقعا حداقل من در این بحث نمیتونم که جواب مشخص بهش بدم چون که بیشتر احساسات در واقع عاطفی. ایشون مشخصا به تعلیم شیعیان فریب خورده خب در قم اشاره کردن. موضوعی که هستش اینه که آنچه که دولت بحرین متهم میکنه به ایران رو به انجامش که تحریک حالا گروهی از شیعیان
بحرینه، اون چیزی که واضح و مبرهن و غیر قابل شک هستش اینه که عربستان سعودی الان حضور قوی نظامی در بحرین داره و اگر بجز حضور نظامی عربستان بود رژیم فعلی بحرین امکان بقا و استمرار پیدا نمی کرد. واضح و مبرهن هم هست که اکثریت شیعیان بحرین خواستار سهم بیشتری در تصمیم گیری ها و خدمت شما شود که از بین رفتن اون سیستمی که اونها مدعیان که یک سیستم تبعیض مذهبی هستش هستش. برای همین این خلطی که متاسفانه از روی فلواقع تریبون های حامی ریاض دائما مطرح میشه مبنی بر این که ایران عامل تنش در بحرین، ایران عامل تنش در یمن، ایران عامل تنش در همه منطقه هستش، در عمل ما میبینیم که حضور نظامی عربستان در تمام این کشورها به مراتب مشهودتر، رسمیتر و علنیتره و یک سری واقعیتاری هم نمیشه در نظر نگرفت و اون اینه که درگیری حوثی‌ها با دولت مرکزی یمن قدمتش باز از قدمت جمهوری اسلامی ایران فراتره. آیا سناریویی که آقای عبدالرحمن و در واقع هم مکتب‌های ایشون یا اونهایی که همین کرسی فکری رو دارن پیشنهاد میکنن اینه که باید کلن شیعیان رو از عرصه خاورمیانه حذف کرد؟ خب این غیر ممکنه، نشده. تنها با فلواقع کشتار جمعی یا نسل کشی یا پاکسازی قومی امکان پذیره، کاری که حداقل سازمانهایی مثل عفو بین الملل و اینها مدعیان عربستان سعودی داره در یمن انجام میده. بله آقای بابند، نظر شما رو بدونیم نکته ای اگر دوست دارید میخواید اشاره کنید. بله، در مورد اول بعد در جواب آقای نماینده عربستان بگم. ببینید، تنها کشوری که در منطقه از لحاظ تغذیه ارزشی، مالی و تسلیحاتی میکنه برای گروه های افراطی تندنو، هم از القاعده، داعش، بوکو حرام و الشباب، تمام اینها اگر افرادی که گرداننده این گروه ها هستند همه اکثرا از عربستان هستند و بنابراین ارزش های سلفی است که گرداننده این نوع مبانی برخورد و آشوب و چلنج و بنابراین این نکته است که تنها من نمیگم، بلکه بسیاری از محققان غیر منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای از آن دارند. بنابراین عربستان منطقه رو دچار نوعی تنش مبتنی بر ارزش‌های افراطی کرده که امروز ما شاهد پیامدهاش برای منطقه هستیم. حتی در خود کشورهای عربی، در سوریه فرض بفرمایید، یک کشور عربی رو امروز به ویرانی کشیده شده در نتیجه همون سیاستی که به اصطلاح یک مفهوم کاذبی هلال شیعی ازش یاد کردند. و بنابراین عربستان مسبب تمام بنیان برخواسته این تعارضات در منطقه است. یه نکته، ولی یه نکته دیگر من باید یادآوری بکنم. ببینید، در استقرار ایجاد امنیت منطقه خلیج فارس بعد از خروج بریتانیا، خب دو سیاست دو ستونی بود. ایران جنبه امنیتی نظامی داشت، ظاهران عربستان بنیان مالی مسئله رو. یا در اوپک بعد از بحران دهه 70، اوپک ظاهراً به عنوان یک قدرت چهارم معرفی شد و به عنوان سخنگوی منافع جهان سوم در کنفرانس پاریس حضور داشت و ایران سخنگوی اوپک بود برای مساله و منافع کشورهای عضو اوپک و برنامه بر این اساس بود که تمام کالاهای استراتژیک مورد نیاز جامعه بین‌المللی احسا بشه، یک رابطه منطقه‌ای برقرار بشه.
منظور من این است که ما که واقعیت جغرافیایی رو نمیتوانیم عوض بکنیم. من اذعان میکنم که یک ریشه های تاریخی و روانی وجود داره، ولی انسان ها نباید که خودشون رو محکوم به ریشه های تاریخی و روانی بکنن. باید واقعیات جهان امروز رو به نحو صحیح تشخیص بدند و بران شوند که عرض کردم ما نمیتوانیم تحمیل شده واقعیت جغرافیایی به کشورهای منطقه، باید در جوار هم زندگی بکنن. اگر قرار این زندگی بر مبنای عناد و دشمنی و خصومت که جنبه واقعی یا روانی باشه، به هیچ وجه نمیتوانن یک زیست سرافراز و توأم با آرامشی داشته باشند. حالا آقای باوند، به برداشت عربستان از هلال شیعی ایران اشاره کردید. فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه در راستای محور مقاومت در سوریه و لبنان از نظر شما چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟ ببینید، رابطه ایران با سوریه و لبنان رابطه فی‌البداهه نیست. این برمیگرده در تجاوز عراق به ایران، تجاوز عراق به ایران که عربستان و همراهانش تمام و کمال از تجاوز عراق به ایران حمایت کردند. حتی بران شدن اون را تبدیل به یک جنگ اسلام و مجوس تلقی بکنند. نه تنها کمک 60 میلیارد کمک مالی کردند، بلکه پایگاه‌هاشون اجازه دادن عراق استفاده بکنه. بنابراین سوریه تنها کشوری بود که موضع متفاوت اتخاذ کرد. بنابراین از 1980 تا امروز روابط سازنده‌ای بین ایران و سوریه بوده. این روابط هم بیش از این به نفع سوریه بوده. در مورد مسئله لبنان، مسئله شیعیان لبنان بخشی از بافت اجتماعی و سیاسی لبنان هستند و حق دارن در سرنوشت کشور خودشون سهیم باشن. و بنابراین شیعیان لبنان یا حزب الله تنها اقدامی که کرده دفاع از سرزمین لبنان کرده. در 1982 جنوب لبنان اشغال شد و بنابراین هر جمعیتی در لبنان مجاز و محق بود در مقام دفاع از سرزمین خودش طبق ماده 51 منشور که حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی. تنها موردی که اسرائیل موفق نشد که در هر حال به این نتایج مطلوبی دست پیدا بکنه در لبنان بود. در 1948 اعراب اون شکست فاجعه باره، در 1968 اون چنین شکست فاجعه بار، در 1973 هم اگر پادرمیونی آمریکا و شوروی نبود و عبور اسرائیل از دریاچه تلخ و محاصره سپاه سوم و مصر فاجعه دیگری بود. تنها جایی که کسب آبرو اعتباری برای اعراب کرده در جنوب لبنان بوده. و بنابراین مسئله دیگرانی که خودشون این شهامت رو نداشتن، همواره به اصطلاح شکست رو پذیرفتن و یک گروهی موفق شده یک اعتبار و یک کسب شهرتی بکنه. و شما نامه جورج هبش و دیگران رو در این رابطه اگر به خاطر داشته باشید، غیر از اعتبار برای جهان عرب چه کرده؟ و بنابراین ایران دخالتی نه ارتباط جغرافیایی داره، یه رابطه تاریخی سنتی از زمان صفویه بوده و بنابراین ایران آنچرا که همیت یک طرفه است کمک کرده به این مردم. بنابراین رابطه مربوط به امروز و فردا نیست. ممنونم. رابطه در حدود 35-6 سال وجود داره. علی جوانمردی، ممنونم آقای باوند، به شما مجددا خواهیم رسید. جوانمردی، من از شما بپرسم، بازگردیم به قولی اعتراضات شیعیان در عراق و مشخصا اعتراض اونها به فعالیت و یا بازگشایی سفارت عربستان در عراق، موضوعی که روز گذشته هم بازتاب فراوانی داشته. نظر تو رو بدونیم. در واقع پیام مسئله بازگشایی سفارت عربستان سعودی در عراق از توسط دولت آقای حیدر عبادی استقبال شد ازش
و دولت آقای عبادی بسیار در این زمینه فعالیت کرد که سفارت عربستان سعودی بعد از 25 سال بازگشایی بشه، سفارتی که بعد از حمله صدام حسین در 1990 بسته شد و به دنبال اون حتی بعد از سقوط صدام حسین در 2003 کماکان عربستان سعودی عراق رو به این متهم میکرد که تحت نفوذ ایران هست و ایران هم به نوعی در این بین یعنی وسط کشیده شد، مسئله جمهوری اسلامی، اختلافاتش با عربستان، و در طرف مقابل همیشه عراق هم عربستان سعودی رو متهم میکرد به حمایت از افراطگرایان سنی. ولی این اعتراض ها دقیقا بعد از انتشار خبر اعدام شیخ نمر توسط شیعه ها مطرح شد. حالا مسئله ای که اینجا امروز سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق به اون اشاره کرد، رئیس سنی پارلمان، بیم از گسترش اختلافات فرقه‌ای بین شیعه و سنی هست. تمامی گروه های شیعه در عراق علیه اعدام شیخ نمر اعتراض کردند، در حالی که گروه های سنی یا سکوت کردند و یا تایید کردند این مسئله رو، و این بیانگر به نوعی ایجاد اختلاف و دودستگی و یا شکاف، بیشتر شدن شکاف بین شیعه و سنی هست که در عراق دیده شد. به همین دلیل مسئله اعدام شیخ نمر در واقع شکاف بین شیعه و سنی رو که در جنگ سوریه و بعد از اون پدیده داعش حضورش در عراق بیشتر شد، بیشتر از پیش کرده و واقعا در حال حاضر به خطر بزرگی تبدیل شده که ممکنه حتی فراتر از مسئله داعش، مسئله شکاف بین سنی های میان رو با اکثریت شیعه عراقی هم مطرح هست. به همین دلیل هست مسئله اعتراض به بازگشایی سفارت عربستان سعودی در واقع در واکنش به اعدام شیخ نمر بود. آقای عبدالرحمن، صحبت‌های شما رو بشنویم با توجه به اینکه به هر حال بحرین قطع رابطه کرده با ایران و امارات متحده عربی هم روابط خودش رو کاهش داده، چه افقی رو پیش رو می‌بینید؟ تا کجا می‌تونه این موضوع ادامه پیدا بکنه و آیا فکر می‌کنید که اتحادیه عرب و یا اینکه به هر حال شورای همکاری خلیج فارس قرار هست به این جریان بپیونده یا نه؟ البته خیلی دشوار که در وقت حاضر بتونیم پیش بینی کنیم که چند دولت متفق با عربستان سعودی و بحرین خواهد شد. موضوعی که خیلی مهمه پیداست که چه از جناب آقای منظورپور و باوند، پیداست که اون جل برنامه را برای درباره گذشته صحبت میکردن و همونطور که آقای منظورپور فرمود که به ممکنه عربهای سنی مایلن که شیعه های منطقه را نابود کنن، این حرف خیلی از دور از حقیقته. بحرین آخرین دولتی است که فرق بین شیعه و سنی بگذارد، یا حتی آنانی که از اصول فارسی هستند، از نژاد فارسی هستند. ما چند وزیر شیعه داریم؟ بالای 5 وزیر شیعه داریم. ما چقدر سفیر شیعه داریم؟ بالای 10 سفیر شیعه داریم. اما روز گذشته آقای عبدالرحمن، دولت بحرین اعلام کرد که تابعیت ایرانی برخی از شهروندانش رو قرار لغو کنه. نه، اینا ایرانی نبودن. اینا فقط ایران تبلیغات، اینا تمام عربن. ایرانی در ایران نبودن. به هیچ وجه. این معلوماتی که به شما میرسد، یه معلوماتی که اصلا روتوش کردنه و متاسفانه ایرانی ها مثل توتیواری این حرف ها را قبول میکنن. این حرف کاملا دور از حقیقته. آقا جان، من سوال میکنم، حالا اینهایی که دفاع از ایران میکنن، ایران ملتش 18% ملت ایران سنیه، چند سفیر سنی در ایران وجود داره؟ چند وزیر سنی در ایران وجود داره؟ ما باید وقتی که حرف میزنیم به درستی حرف بزنیم، یعنی به عیب خود کور و به عیب دیگران پیوسته جور. این ممکن نیست یک فرد دانشمند، یک فرد علمانی فرق بین شیعه و سنی نداره. این حرفایی پرپوچه. حقیقت اینه که ایران مایل است که یک امپراتوری نوینی از خلال آخوند به وجود بیاد، و این با از روزی که آخوندها به کرسی حکم رسیدند، به جز شر
ماجراجو چیز دیگری به منطقه حمله نکرده هم. ما باید وجدان داشته باشیم وقتی که صحبت میکنیم، حقیقت تاریخ را در نظر بگیریم، ببینیم این آخونده از روزی که اومدن تا امروز نه فقط برای منطقه چه کردن، برای ملت خودشون چه کردن. بله، اجازه بدید من مطلبی رو اجازه بدین چون اجازه من یک نفرم مقابل سه نفر، خواهش دارم. نه شما در اون قسمتی که به تکرار توتیواری مطالب من متهم کردید، اجازه بدید من تا این قسم، من راضی نیستم از این بفهم. سه نفر رایشون غیره، رای من غیره. همون اگر اونها سه رو به ساعت بهشون میدی و منم باید سه رو به ساعت مطلق میدهی. بفهمید در رابطه با این اتهام که شما مطرح کردید که ما مطالبی رو احتمالاً خلاف واقع عنوان کردیم، دولت بحرین مطلبی رو که مشخصاً از روی سایت ایران وایر من در حال خوندنش هستم که دولت بحرین به ویژه پس از بهار عربی به قوانین و تاکتیک های سختگیرانه مشهور شده و چند سال اخیر تابعیت دست کم 179 نفر از شهروندان خود رو لغو کرده و بسیاری از این افراد مسلمانان شیعه از تبار پارسی یا ایرانی هستند و آنگونه که حکومت بحرین اعلام کرده این افراد به فعالیت‌های تروریستی محکوم شدند و با ایران نیز روابط خاصی داشتند. با این حال سازمان‌های حقوق بشری معتقدند که تمام این اتهامات مگر در چند مورد بی اساس هستند. صحبت‌های شما رو بشنویم آقای عبدالرحمن. آقا جان، کس اون در گذشته بود، در همون وقت در 2011 که نه امروز، در 2011 اینطور شد. بله، این خبر مربوط به 3 ژانویه 2016 بود که من برای شما خوندم و مشخصا آقای محمد تاجر وکیل بحرینی هم در مسائل حقوق بشر نقطه نظراتی رو در این رابطه دارن که میتونید شما مطالعه بکنید. من میتونم مطالعه کنم، ولی آقای محمد تاجر کسی دیگه باشه، معلومات ساختگی و دور از حقیقت روزانه درباره بحرین مینویسن. ما همه میدانیم در این چیز. من خودم در انگلستان بودم، در چتم هاوس همچو بحثی شد دوباره از نو و متاسفانه به مافی بی بی سی معلومات یک طرفه دور از حقیقت دارن پخش میکنن. حالا برگردیم به موضوع اصلیمون. موضوع اصلی ایران میخواهد تمام شیخ نشیران خلیج را سرنگون کند. حالا سوال میکنیم، ما ببینیم مستوای معیشت مردم در این منطقه و مستوای معیشت مردم در ایران، آیا این شیخ نشینان خدمت به ملتشون نکردن؟ چه از زندگانی، آسایش، اسکان، بهداشت، تعلیم؟ ما باید عادلانه نگاه کنیم که ایران به جز یک دولت ارتشی، یعنی یک قوات مسلحانه، بیشتر نیست. ما باید حقیقت را به درستی ببینیم که آیا ایران دولتی است که راستی و همون طوری که ادعا میکنه رفتار میکنه یا نه. اینها تمام وسایل تبلیغاتی خودشون که به جا آوردن به خاطر آقای شیخ نمر. ایران پارسال در سال 2015 1000 نفر اعدام کرده، اغلب اینها سنی هستند. در کردستان نه، اتهامیه که نه. نه آقای عبدالرحمن، اجازه بدید صحبت‌های خیلی کلی رو مطرح می‌کنید و در این رابطه اجازه بدید آقای منظرپور اگه شما صحبتی رو می‌خواید به نکته‌های آقای عبدالرحمن اضافه کنید. من حقیقتش نمی‌خوام به نکته‌های آقای عبدالرحمن جواب بدم، به خاطر اینکه تصور من بر اینه که واقعاً آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. ما در هر حال این دانش عمومیه و همه جهان واقفن و در این شکی نیست که الان حکومت بحرین متکی به حضور نظامی نیروهای عربستان سعودی در بحرین هستش و اگر جز این بود، و من خودم به بحرین سفر کردم با مقامات مختلف هم بحرینی و هم مقامات بازم نیکی به بافت جمعیتی بحرین هم شروع کرد. من حتی با افسران عالی رتبه ناوگان پنجم آمریکا در منطقه صحبت کردم در اون موقعی که در بحرین بودم، با در واقع همچنین افسران ارشد بریتانیایی در اون مقطع صحبت کردم و جملگی حتی بر این واقف بودن که اگر بجز با این سیستم فی الواقع مداخله نظامی عربستان در بحرین نبود، طبیعتاً ناگزیر می شدن که پایگاه دیگری رو در خلیج فارس پیدا بکنن، چون که وضعیت به شدت بی‌ثبات شده بود. و بنابراین به نظر من
بخشی از فرمایشات جناب عبدالرحمن یک مقداری به نظر من شائبه، شاید بگم شاید به تعبیری قومگرایانه تند داره. بنابراین من واقعا نمیدونم چه جوری جواب بدم. اینکه مثلا ایران به دنبال سرنگون کردن کلیه شیخ نشین های خلیج فارسه، واقعیت ماجرا اینه که ما میدونیم و باز این اسناد منتشر شده جهانیه که کلیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در طول جنگ از صدام حمایت میکردن، اما وقتی که صدام رفت و کویت رو اشغال کرد، ایران به مردم آواره کویت پناه داد و حتی به خاندان سلطنتی کویت در مقطع پناه داد و اینها آمدن در ایران اقامت کردن تا وقتی که شرایط بهتر شدن. من نمیخوام که به هیچ عنوان انتقادات فراوانی که به سیاست خارجی ایران و سیاست منطقه ایران وجود داره رو انکار بکنم، ولی در این حال بعضی بدیهیات رو نمیشه متاسفانه انکار کرد. همون اندازه که ایران در لبنان به عنوان مثال مداخله میکنه با استفاده از پراکسی های خودش، ایادی خودش، حزب الله لبنان و سایر احزاب، همون اندازه هم عربستان سعودی پیوند نزدیکی داره با مجموعه هایی که به شدت مخالف حزب الله هستن و اونها هم تحرکاتی رو، حتی تحرکات شبه نظامی و بعضن تروریستی رو در لبنان بر علیه منافع ایران انجام میدن. در هیچ کدوم این میادین منازعه نیابتی نیستش که ایران ید واحده درگیری باشه. همیشه در آن سوی این میدان به هر حال عربستان سعودی قد علم کرده. من فقط یه نکته رو میخواستم عرض بکنم و اون اینه که من تصور میکنم اتفاقی که در تهران افتاد و صدمه‌ای که به سفارت عربستان در تهران خورد متاسفانه اقدامی بوده که به شدت به نفع فی الواقع دشمنان ایران عمل کرده و اون تمرکزی که روی اعدام شیخ نمر بود رو برده روی اشغال سفارت عربستان سعودی. این چندمین بار هست که به حال ادعی که از اونها خودسر نام برده میشه میتونن به مراکز دیپلماتیک حمله بکنن و به قول آقای روحانی هزینه های زیادی رو هم برای نظام به وجود آوردن. آقای باوند، از شما بپرسیم که به هر حال این هزینه ها تا چه اندازه هست برای ایران و اینکه عربستان با طرح شکایتی در شورای امنیت چه مسیری رو میخواد طی بکنه و احتمالاً قصد داره به کجا برسه؟ ببینید، من یک مثالی رو میارم. اگه خاطرتون باشه وقتی مسجد الاقصا آتش زده شد که خب یک واکنش انتقادآمیزی رو ایجاد کرد، به موازات اون دولت عراق اقدام به اعدام تعدادی از یهودیان عراق نمود و این هم سبب شد که مسئله الاقصا در سایه بره. این مسئله اعدام یهودیان در به اصطلاح دید گسترده تر جامعه بین‌المللی قرار بگیره و من بر این باورم که عربستان سعودی بسیار 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 خوشحال شده از آن چیزی که نسنجیده اتفاق افتاد و من هم بر این باورم که واقعا اون چی که اتفاق افتاد در جهت مساله و منافع دولت آقای روحانی نبوده، ولی این رویداد در جای خود، ولی آنچه هم که در منطقه پدیدار شده اون هم در به اصطلاح دید و بنیان منفی خاص خودش رو داره. در هر حال من همونطور که ابتدا هم اشاره کردم انتظار این است که این رویدادها که فرایندش نهایتاً به ضرر تمامی کشورهای منطقه هست بر یک مبانی خردمندانه و واقع‌گرایانه به اصطلاح مورد بازنگری و فکر ثانوی قرار بگیره و تلاشی بشود در جهت رفع
این نوع مخاصمات که آثار منفیش نهایتاً متوجه تمامی مردم منطقه خواهد شد. حالا آقای باوند، عربستان در حالی به استقبال به قولی قطع رابطه با ایران رفته که روز گذشته هم آیت الله خامنه ای گفته میشه که چندان برخورد و یا واکنش تندی به این موضوع نداشتند و آنجایی که گفتند من این قضیه رو به خدا واگذار میکنم، در اصل در ادبیات فارسی به گونه ای است که ما واکنش عملی آنچنان نشان نخواهیم داد. نظر شما رو بدونیم. بله، من همونطوری که آقای روحانی اعلام داشتن که محکوم کردن این رویداد رو و در هر حال نگاه آینده ایشون، نگاه منطقه ایشون تنش‌زدایی و در هر حال گام‌هایی است در جهت رفع مشکلات و بحران‌ها، و به خصوص انتظار این است که در یک رویدادی که گذشته از کشورهای منطقه و فرامنطقه علاقمند هستند که این بحران به نحو مطلوبی خاتمه پیدا بکنه، در هر حال این رویدادها سبب نشود که تأخیری یا تعللی یا موانعی برای حل این مشکلات منطقه‌ای ایجاد بکنه. علی جوانمردی، از شما بپرسیم این قطع روابط ایران و عربستان و احتمالاً کاهش رابطه امارات با ایران در اقلیم خود مختار کردستان و عراق اساساً با چه واکنش‌هایی روبرو شده و اینکه برای ما خواهی گفت در آینده چه تأثیری بر تحولات منطقه موضوع صلح سوریه و یمن خواهد گذاشت؟ پیام این رو بگم که به طور کلی رسانه‌های شیعه بسیار معترض هستند، رسانه‌های وابسته به گروه‌های مختلف شیعه که حتی با هم اختلاف دارند در درون عراق، ولی به طور متحد بسیار معترض هستند نسبت به اعدام شیخ نمر باقر نمر در عربستان سعودی. عربستان رو محکوم کردند و با لحن شدیدی علیه عربستان سعودی صحبت میکنند. رسانه‌های سنی ولی در این بین، آنچه که در بین رسانه‌های سنی گروه‌های سنی عراقی دیده میشه، مسئله حمله معترضان شیعه در تهران به سفارت عربستان سعودی و همچنین در مشهد به کنسولگری عربستان سعودی، این مسئله رو بیشتر برجسته کردن و به وضوح پیداست که به نوعی برخلاف گروه‌های شیعه فکر میکنن. و کردها که به نوعی اینجا سکولار هستند، اینجا حکومت اقلیم کردستان عراق به رغم همه مشکلاتی که داره دین رو از سیاست جدا کرده، به نوعی نظاره‌گر هست ولی نگران هستند همه به نوعی، چون فکر میکنن که ممکنه که اگر این تنش و بحران به مرحله خطرناکتر برسه اینجا رو هم تحت تاثیر قرار میده. قرار بود که کنسولگری عربستان سعودی در اربیل باز بشه و مشخص نیست که چه خواهد شد، چون اینجا به هر حال همسایه هست با ایران و به شدت ایران، سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران تأثیر داره بر اقلیم کردستان عراق. به همین دلیل کردها نگران هستند از اینکه بحران دیگری اینجا ایجاد بشه. ولی بدون شک بیشتر کارشناسان معتقد هستند که افزایش تنش سیاسی و بحران بین عربستان سعودی و ایران مسئله سوریه رو پیچیده تر خواهد کرد. مسئله حل بحران سوریه بسیار پیچیده تر خواهد شد و اگر تا کنون گمان می رفت که در پایان این ماه طرف‌های مخالف حکومت بشار اسد با نمایندگان حکومت سوریه بر سر میز مذاکره بشینند، در حال حاضر این امیدها هم به باد رفت و به شکلی میشه گفت که بحران در سوریه هم پیچیده تر خواهد شد و مسئله داعش هم در عراق سربار این وضعیت هست که مشخص نیست با اختلافاتی که بین عربستان و ایران به عنوان دو عامل بسیار مهم و مؤثر در دو سوی در هر حال در منطقه در دو سوی مخالف همدیگه هم هست، ولی مشخص نیست که چه خواهد شد. در هر صورت میشه گفت که بحران رو در منطقه گسترش خواهد داد.
آقای عبدالرحمن، به انتهای برنامه در حال نزدیک شدن هستیم. برای ما بگید که در بحرین نشریات به موضوع قطع روابط ایران و عربستان چگونه پرداختند، از چه زاویه‌ای بیشتر این جریان رو نگاه کردند، ضمن اینکه می‌دونیم در برخی از نشریات عربی نوشته شده که عربستان از چند روز قبل در حال سنجش وضعیت و واکنش‌های احتمالی به موضوع اعدام شیخ نمر هم بوده. نظر شما رو بدونیم. من گمان میکنم که مطبوعات بحرین مؤید قطع علاقات با ایران است، چون اعداد جراید امروز تقریبا همه جراید بر علیه با دولت بحرین هستند که قطع علاقه با ایران شده. ولی موضوع ما جبهه عاطفی نمیگیریم، موضوع بیشتر از این میگیریم. ما وقتی که درباره این موضوع صحبت میکنیم، ببینیم چند میلیون سعودی آواره دنیا هستند، ولی چند میلیون ایرانی آواره دنیا هستند. همین انقلاب ایران، همین انقلاب ایران اسلامی باعث شد که بیشتر از 6 میلیون تکنوکرات ایرانی خاک میهن خود را ترک کنند و به جای دیگر بروند. و من بیشتر از این دیگر نمیتونم چیزی بگم. بله، خیلی ممنون. ممنونم آقای باوند. همونطور که میدونیم آمریکا خواستار انجام گفتگوی مستقیم میان طرفین در منطقه شده، از سوی روسیه اعلام کرده که میتونه در این رابطه در میان دعوای تهران و ریاض میانجیگری بکنه. نظر شما رو بدونیم. ببینید، هر گامی در راه بهبود روابط برداشته بشه و در جهت حل معضلات منطقه اقدام بشه، در هر حال باید با دید مثبت برخورد کرد. آقای مظفر، نظر شما رو بدونیم، آیا چشم‌انداز مثبتی هست در جایی که آمریکا اعلام میکنه که طرفین باید مستقیم این موضوع رو حل بکنند و در جایی روسیه اعلام آمادگی میکنه برای میانجیگری؟ به طور کلی الان جامعه جهانی علاقه به تشدید بحران در منطقه نداره، نه جهان غرب این علاقه رو داره، نه مسکو این علاقه رو داره. روابط بین ریاض و مسکو بسیار تیره هستش در حال حاضر، برای همین من تصور نمی کنم که فی الواقع این پیشنهادی که از سوی مسکو شده مورد اقبال یا استقبال مقامات ریاض قرار بگیره، چون که اونها روسیه رو متحد استراتژیک ایران میدونن. و من فقط به عنوان حسن ختام میخواستم یه نکته رو عرض بکنم. از منظر عربستان سعودی و متحدانش در منطقه، نوعی چالش جدی با ایران لاجرمه. یعنی برداشت عربستان سعودی این هستش که اگر ایران از انزوا بیاد بیرون و جذب بازار جهانی بشه و تحریم ها برداشته بشه و مناسباتش با جامعه بین المللی احیا بشه، این در یک چشم‌اندازی به ضرر عربستان سعودی خواهد بود و باعث میشه که ایران دست برتر در منطقه پیدا بکنه. بنابراین ریاض علاقمنده که پیش از اونی که اون اتفاق بیفته، چالش رو با تهران به نقطه اوج برسونه و باید دید که آیا اونهایی که به سفارت حمله کردن در همین راستا حرکت کردن یا واقعا اقدامی خودسر و فی الواقع کور بوده. ممنونم از شما آقای منظرپور و میهمانان برنامه، آقای علی جوانمردی همکارم، البته شما صاحب این برنامه هستید، میزبان هستید، آقای عبدالرحمن و آقای باوند. ممنونم که در این برنامه حضور یافتید. به پایان برنامه افق امشب میرسیم. شبتان خوش.